سلام دوستان وقتتون به باشه مسئله پهبات های ایران از جمله چیزهایی که دیگه خودمون دوست نداریم در باش بشنویم از بس که تکرارش کردن ولی ظاهرا دشمنان ما قرار نیستین رو از ادبیات خودشون خارج بکنن و هر روز هم یک چیز جدیدتری به بهانه پرداختن به این پهبات ها دارن به ما ارائه میدن من میخوام بپرزم یک گزارش در این گزارش یک چیزی برای اولین بار مطرح میشه قبلا مشابهش رو بودم و اون نکته این هست که ایران با پهپادهای خودش سامانه پاتریوت رو هم مورد هدف قرار داده خب این حرف جدیده من قبلا شنیده بودم که ما موشک هایی داریم که این موشک ها سامانه های پدافندی آمریکا رو مورد هدف قرار میده خب این از این جهت مهمی که شما اومدی پایگاه تو در منطقه من پهن کردی و این تو ذهنته که از طریق این پایگاه ها جنگ رو علیه من پشتیبانی بکنی هم بلند بشه هم موشکات بلند بشه هم ترکت بکنه ولی یک آشیانه ای دارن با چی ازشون دفاع میکنی؟ با سامانه پدافندی. خب اگر من یک موشکی بسازم که نه اینکه بخواد از صد سامانه عبور کنه نه، اول سامانه تو بزنه. بعد کلا سیستم دفاعی تو از کار بندازه. اون دکمه بود که جواد ظریف گفت آمریکا داره با یه دکمه میزنه کل سیستم اون کار میندازه. موشک هایی دارم که نه اینکه بخواد از صد سامانه دفاعی حرکت بکنه. اول سامانه رو میزنه. سیستم دفاعی رو از کار بندازه. بعد حالا اون وقت تو رو آسیب پذیر میکنه تو رو در مقابل داشته های نظامی من آسیب پذیر خب ما این رو میدونستیم این چیز خیلی جدیدی نبود ماکت سامان های پدافندی آمریکا رو هم ایران در سالهای گذشته در رزمانش های خودش مورد هدف قرار داد که یادآوری بکنه من به این توان ولی درباره پهبات ها من حقیقتش هم چیزی رو نمیدونستم حالا گزارش ارائه شده این گزارش از سوی رادیو فردا هست اومده به همین قضیه اشاره کرده گفته که ایران پهپادهایی هایی داره که این پهپادها این کار رو برای ایران انجام داده میخوام گزارش رو از روی متن برای شما بخونم فقط یه چیزی داخل پنتز بگم میگه که خلاصه داستان گزارش اینه میگه روسیه توانایی پهبادی رو قبلا از رژیم سعینسی گرفته الان در حالی که در اوکراین داره به طور نیابتی با خود آمریکا و غربی ها می به این جمعندی یه چیزی که نیاز به پهباد داره خب از طریق رژیم سینسی نمیتونه تعمین بکنه از طریق چین هم نمیتونه تعمین بکنه چون اونها نگران این هستن که از سوی آمریکا لیست تحریما قرار بگیرن یک کشوری هست که میتونه در این حوزه روسا رو تعمین بکنه و هیچ نگرانی ها از بابت تحریم نداره تحریم هم برای چالش وجود نمیاره چون با وجود همه اینها مجموعه پهبادی خودش رو ساخته و از سر پا نگهتش و اونم ایرانه من قبل از اینکه بخوایم از این بحث عبور بکنیم یه چیزی میخوام یادآوری بکنم هم و اون نکته این هست که این هنر دور زدن تحریم ها که خیلی ها مسخرش میکنن و میگن که آقا شما داری از یه چیزی صحبت میکنی که اصلا در دنیا وجود نداره و اصلا در دنیا نباید بهش فکر کرد و همچین چیزهایی نباید در اولویت باشه اخیرا یک نفری توییتی زده بود همینو گفته بود از چهرهای مطرح جریان قبیله رو من الان اسمشو اسمش رو ندارم ولی به این اشاره کرده بود که دور زدن تحریم ها غیر ممکنه چون اگر قرار بود ممکن باشه که اصلا تحریم به وجود نمیمد. که همون موقع گفتم این حرفی که تو داری مطرح می‌کنی انقدر احمقانه است که مثل میمونه بگیم که استفاده از سپر احمقانه است غلطه و اگر قرار بود سپر کارایی داشته باشه شمشیر به وجود نمی خب این منطق منطق ناقصیه و اینا در طول این سالها با همین منطق ناقص تفکر غرب‌گرایی رو, رو رواج دادن کاری ما این صحبت ندارم در شرایطی که این, جر... این, جریان و این جماعت تاکید میکردن بر اینکه این, دور زدن ها و چیزهای از این دست رو بذارید کنار و روش متمرکز نباشین ما در جنگ اوکراین به این جمعندی رسیدیم که اتفاقا اگر کشوری اینها رو نداشته باشه در حوزه دفاع از خودش در شرایط بحران آسیب پذیره نمونهش روسیه که همین الان غرب به دلیل تحریمش با چالش روبرو شده ولی همین روسیه با همین مختصاتی که داریم خدمت شما ارائه میدیم برای اینکه دور زدن تحریم ها رو یاد بگیره اومد با ایرانی ها جلسه گذاشت الانم برای اینکه بتونه مجموعه پهبادی خودش رو دست و پا بکنه و سر پا نگه داره اومده سراغ ادهی به نام ایرانی ها اما یه نکته مهمتر وجود داره ببین این گزارشی که این داره می نویسه اگرشه خیلی از ایران درش تعریف کرده و نکاتی گفته که برای اولین بار داره بخشش نیده نمیشه. ولی داره یک حرفی میزنه یک ادای مطرح میکنه و اون ادعای این هست که چون دیگر کشورها نمیتونن در این حوزه ها رو یاری بکنن اومدن سراغ ایران ببین این داستان خیلی ناقصه این حرفی که اینا دارن میزنن خیلی ناقصه من در حوزه پهباتا یک چیزی دارم که با موفقیت این رو در سوریه و عراق تستش کردم حالا جلوی از پهباد انتحاری که الان روی میز گذاشتم که اون رو روسا بهش نیاز دارن دیگر کشورها هم همینطور دوست دارن یه چیزی داشته باشن به نام سامانه پهبادی که اون سامانه پهبادی بتونه این بخش رو برای اینا انجام بده این بخشی که دارم در خصوصش صحبت میکنم هدایت آتش توخانهی. اینا میگن که آقا باید بتونیم به این نقطه برسیم که پهپادهای داشته باشیم که بتونه هدایت آتش توپخانه ای رو برای ما انجام بده کاری که ایران از طریق پهپاد داره انجام میده ساده ترش میکنم ما در جنگ سوریه و عراق در بحرانی که داعش در این کشورها به وجود آورد به یک نقطه ای رسیدیم و اون نقطه اینجا بود که آقا من علاوه بر اینکه پهپادم میره ای عملیات میکنه یه چیزی میخوام که این بره در آسمان قرار بگیره تصاویر منطقه رو بگیره تصاویر محل حضور تکفیری ها رو بگیره مورد حمله هم از سوی آنها قرار نگیره یعنی اینو دیگه تو باید بری رو قابلیتاش کار بکنی و ضمن اینکه همه اینها رو در نظر داره و ضمن اینکه روی همه اینها اشراف داره یه ویژگی داشته باشه و اون ویژگی این باشه که بتونه در لحظه مختصات منطقه رو و محل حضور تکویری ها رو به من ارائه بده بفرسته برای اون نقطه‌ای که من در ایران دارم و من از طریق این هدایت آتش انجام بدم حالا یا با موشکام یا با جنگنده یه تقسیم کار میکنم روسیه این تعداد این تعداد به اصطلاح خودمون تکفیری داریم نیاز دارم که اینها برن زیر آتش بخشش رو من با موشکام انجام میدم مختصات و پهباد داره در لحظه برای من میفرسته موشک عملیات میکنه دارم با پهباد میبینم که داره به هدف میخوره یا نه اگر نخور دوباره مختصات رو تنظیم میکنم عملیات میکنم ولی بخشش رو میخوام جنگنده انجام بده منم جنگنده نمیخوام بفرستم تو جنگنده بفرستی این مختصات منطقه است آنلاین از طریق پهباد من داشته باش جنگنده رو بفرست متاثر از اون مختصاتی که پهباد داره میره عملیات بکنه خب اینجا مشخص شد که ایران به یک قدرتی دست پیدا کرده و اون هم هدایت آتش توپخانه از طریق پهباده این همه آمریکایی خودشون رو کشتن رفتن متمرکز شدن روی مختصاتی که ماهواره ها در اختیار اینها قرار میدن در حوزه نظامی باز نتونستن به این نقطه برسن ولی ایران با کمک پهباده خیلی ساده تر این رو انجام داده این نکته اول نکته این چیزی که اخیرا اتفاق افتاد تحت عنوان رونمایی از پهوات ها در حوزه دریا با توجه به اینکه سهیونیسا اخیرا بحثایی مطرح شده پیرامون این که بیان در بحرین حضور پیدا بکنن در امارات حضور پیدا بکنن هرچند ایران هزینه این کار رو به اینها هشدار داده این از این جهت برای طرف مقابل نگران کننده بوده یعنی یادشون افتاده که نه یه چیزی رو داره ازش صحبت میکنه که این دیگه در دریاها داره مستقر میشه برای کارهایی که به یاری خدا بخشش رو به زودی متوجه خواهیم شد لازم بود یه تلنگری بزنم ولی خیلی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم پس مسئله پهپادهای ایران از جمله چیزهایی است که اینها به شدت در حوزه های مختلف و به دلایل مختلف از واتش نگران هستن یکیش بخش پهپادهای انتحاری ایران هست که ارتش به شدت برش تسلط پیدا کرده شگفتانه هایی برای اینها روی میز گذاشته که برای اینها حیرت آوره بخش هدایت آتش است که شما از طریق ها میتونی انجام بدی و ایران این کار رو به بهترین شکل ممکن داره پیش میبره یه رو گوشه زدتون داشته باشید بریم گذاشت رادیو فردا رو با هم بخونیم ببینیم که وطن فروش های فارسی زبان در وری ایران به چه مسائلی اشاره کردن اومده گفته که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اخیرا اشاره کرده به این که ایران قصر در قالب یک جدول زمانبندی تصریح شده روسیه رو, روسیه رو مجهز بکنه به پهپادهایی که این پهپادها میخواد توی جنگ اوکراین عملیات انجام بده بعد گفته تا پهپاد حالا بعضی جای اینو گفتن 300 تا پهپاد بعضی جای عدد رو بالاتر پایینتر گفتن بعد گفته که روسیه خودش فناوری ساخت پهپاد رو از رژیم صهیونیستی داشته ولی الان داره از طریق ایران این رو پی میگیره حالا من چیزی داخل پنتز بگم شما فرض کن فقط صرفا به خاطر اینکه قطعه رو نتونسته تامین بکنه اومده سراغ ما اینو فرض بگیر چرا در طول این سالهایی که از رژیم صهیونیستی فناوریش رو گرفته نتونسته به اون نقطه مورد نظرش برسه اگر به نقطه مورد نظرش رسسه او سراغ من نمیومد دیگه اگر به نقطه مورد نظرش رسسه او که روسا به جای نمیرسن که آمریکا بگه الان که پهپادهای ایران اومده تحولات میدان جنگ داره عوض میشه پس ظاهرا من یه چیزی دارم که اینها فراتر از حرفایی که دارن مطرح میکنن بهش نیاز دارن ادامه گزارش رو بخونیم در ادامه گزارش اومده گفته که انواع و اقسام پهپادهای شناسایی هجومی و انتحاری از سوی ایران ساخته شده و در میدانهای واقعی جنگ در سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، یمن و همینطور کشورهای غیر از خاور میانه مانند ونزوئلا و اتیوپی آزمایش شده و به کار رفته. دوستان نکته که من در خصوص اوکراین خدمت شما عرض کردم این داره با زبون و زبونی میگه. یادتون هست پنج شنبه خدمت شما گزارش ارائه دادم تو اون گزارش یادآوری کردم. اینا وحشت زدن از اینکه توی یه فضای جنگ واقعی ایران بیاد این جنگ افسر رو تست بکنه در مقابل تسلیحات آمریکایی. خب من رفتم توی سوریه از ظرفیت استفاده کردم یا بخشی از تسلیحاتی که ساختم رو جلوی داعش تست کردم خب چقدر توی رزمش استفاده کنم من نیاز دارم توی شرایط حقیقی یک نفری با یک تسلیحاتی با یک سلاحی در مقابل من باشه بعد بیاد سلاح من رو به چالش بکشه تو رزمش که این به من واقعی اتفاق نمیفته که خب یه میدان جنگ واقعی میخوام میدان رزم واقعی میخوام من برخلاف چینی ها و نیروهای دیگر کشوری که رزمایش برگزار میکنن یه فضای حقیقی برای میدان جنگ میخوام که خودم رو تست بکنم اگر لازم شد برای مردم هزینه بشوم آمادگی کامل داشته باشم اون چیزی که از سوریه اتفاق افتاد بخشش تست جنگ افزارهای ایرانی بود اینا از بابت این مسئله نگران هستن میگن آقا 300 تا دونه پهباد هم که بفرسته 300 بار تمرین بکنه که خودروی زرهی آمریکا و سامانه پدافندی آمریکا و تسلیحات آمریکا رو بزنه از فردا من دیگه براش آسیب میشم من ملموس میشم همونجور که تفنگدار منو تو خلیج فاس کامل بهش دست پیدا کرده همونطور که پایگاه های من رو در عراق دستمالی کرده تسلیحات من هم برای این ملموس میشه چرا چون این تو یک جنگ نیابتی رو تسلیحات من رو میزنه داره تلاش میکنه بزنه حتی اگر نتونه موفق بشه حتی اگه پهباد نتونه عملیات بکنه اینجا این سال در نیروی مسلح ایران پیش میاد که خب باگ قضیه کجا اینو باید برطرفش بکنن این هر روز داره برای من رجز میکنه که فردا ایران رو میزنن پس سردو گزینام روی میز پس اون فردا فلان خیلی خب اینو من باید تستیش بکنم من باید بفهمم که باگ این قضیه کجاه چرا این سامانه نتونسته درست عملیات بکنه خب به مرور یاد میگیره دیگه ها نیاز دارن آقا این ایرادش رو برطرف کن اینو من رفتم تست کردم نتیجه نده نتونسته خودرو رو بزنه فول اتفاق رخ داده مدام توی این قضیه که تمرین صورت میگیره ایران حتی اگر پهوارش ناکارآمد باشه که نیست حتی اگر ناکارآمد باشه که نیست مدلش رو بالاخره یاد میگیره میفهمه که باید چیکار بکنه که این عملیاتی بشه دقیقاً این چی شد دقیقاً اون چیزی که از بابتش نگرانن همینه میگه که برده توی فلسطین تستش کرده توی سوریه لبنان عراق یمن تستش کرده تو ونزوئلا برده عملیاتیش کرده اتیوپی برده اینجا میخواد بیا تستش بکنه و خب اگر اینجا تستش بکنه کل تسلیحات من در مقابل این ناکارآمد میشه ادامه گزارش رو هم بخونیم اومده اشاره کرده به اون کارهایی که توسط پهپادهای ایران صورت گرفته میگه حمله به تاسیسات آرامکو که یک حمله پرسر صدا بوده و حمله به سایر شهرهای عربستان سعودی یا حمله به امارات و متحده عربی از جمله به بخشی از فرودگاه ابوظبی بخشی از فرودگاه ابوظبی رو میگه از این جهت مهمه که آمریکا درش مستقر سامانه های پدافندی هم داره میگه اونجا هم زده با اینا میگه اینا بخشی از چیزهایی است که در کارنامه این پهپادها قرار دارد خب این یه پله اومد عقبتر این برخلاف قبلی که میگفتن ایران عربستان رو زده آرامکو رو زده امارات رو زده حرفش رو یه مقدار تغییر داده میگه که نه ایران نزده. پهپادهای ایرانی زدن و خب این حالا یه مقدار به حقیقت نزدیکتره ببینین که تو برمیگردی میگی ایران این کار رو انجام داده من گردنم پره من دیگه چیزی گردن نمیتونم بگیرم هشت سال به کشور حمله کردی بعد از هشت سال داره پاسخ میده دیگه تصمیم گرفتی که یک پاسخ بده پاسخ های یمنی حالا ممکن است این پهپادها صدای فارسی هم داشته باشه روی این میتونیم بشینیم صحبت بکنیم ادامه گذاشت در ادامه گزارش گفته که این پهبادها حتی رکورددار انهدام سامانه پاتریوت ارتش عربستان می باشد آقا چجوری شد ما قبلا وقتی برمیگشتیم میگفتیم پهبادهای ایران نمیدونم سامانه کجا رو زده عملیات کرده علیه فلانجا یا پهبادهای موثری هست یک عده گفته که این اینو بلوفه یه سری آدم جمع شدن در راستای عملیات روانی این حرفا رو میزنن حالا این داره یه چیزه می که ما اونا رو هم نگفتیم این بالاتر داره میگه میگه سامانه های پاتریوتی که بردن مستقل کردن پهبود بلند شده سامانه رو زده حالا من در خصوص موشکا شنیده بودم که موشکا در خود عربستان موشکای یمنی سامانه رو زمانی پهبود من نشینه بودم این حرف خیلی حرف ویژه و حرف عجیبیه یعنی ایران به چیزی اس کرده که اون اگر لازم باشه اول سیستم دفاعی طرف مقابل رو بر میچینه بعد از اینکه طرف مقابل رو در حوزه دفاعی خل اصلاح کرد اون وقت مورد هدف قرارش میده کجا تستش کرده در عربستان تست شده در یمن تست شده در عراق تست شده یکی دو تا هم نیست ببین در شرایطی که تو نمیتونی اس 35 رو کامل بکنی میگه قطعه کم دارم در شرایطی که اوکراین به تو درخواست تسلیحات داده تو نمیتونی تس... تکمیل بکنی میگه کارخونه ها هم فرصت میخوان برای اینکه بسازن در شرایطی که ترکیه میگه نمیتونم درخواست پهپادی اوکراین رو در لحظه براش تعمین بکنم خیلی وقت میبره این مدام داره از این استفاده میکنه یعنی انگار توی منطقه خاورمیانه تمومی نداره صبح تا شب توی این منطقه داره از زمین و زمان پهباد بلند میشه پس این ظاهرا دستش خیلی هم پره در این حوزه که ما داریم پیرامون صحبت میکنیم ادامه گزارش شما ببینیم در ادامه گزارش به این اشاره کرده که اسرائیل همین پهپادها رو یکی از تهدیدهای بسیار جدی برای خود تلقی میکنه بعد اشاره کرده به پهباته انتحاری که ارتش جمهوری اسلامی ایران ازش رونمایی کرده این چیزی که این داره بهش اشاره میکنه واقعا یک خدا قوت داره توی نیروهای مسلح ایران شما نگاه میکنه میبینی که ارتش و سپاه اومدن توی مسئله پهباته ورود کردن ولی موازیکاری اتفاق نیفتاده یعنی شما وقتی گزارش ارتش رو نگاه میکنی میبینی که اول سپاه رفته کارهای در حوزه انجام داده بعد ارتش که ورود یه چیز جدید داره به ارائه میده پهبادی داره به ارائه میده که در حوزه شبکه میتونن عملیات بکنن یه کار شبکه میتونن برای انجام بدن یا یک مدل انتحاری روی میز گذاشی که جدیده بعد گزارشکار جدید سپاه تو که نگاه می‌کنی نه اینم یه چیزی آورده این با اون متفاوته یعنی موازیکاری کاری شما نمی‌بینی این داره یه کارهای انجام میده که اون کارها مدل جدیدتری هست بودجه الکی خرج مسئله از این دست نمیشه برای سرگرمی خرج نمیشه نه کاملا مسیرشون مشخصه و هر کدوم یک داشته جدیدتری رو روی میز قرار قرار دادن انتهای گزارش اومده به همین اشاره کرده که ایران از طریق این پهباد و هدایت آتش توپخانه رو داره انجام میده این رو کامل بهش اشراف پیدا کرده و میگه اون چیزی که روس ها میخوان تلاش بکنن بهش برسن همینه که بتونن از این طریق در نبرد اوکراین دسته برتر رو پیدا بکنن من این گزارش رو طولانی تر نمی کنم فکر میکنم تا همینجا کافی باشه اگر احساس که نکته ای هست حتما به این ویدیو اضافه بکنید ما امروز داشته ای رو روی میز گذاشتیم که دشمنان ما وادار شدن بهش اعتراف کنند این حرفا دیگه حرف من نیست رادیو فردا گفته همین الان میتونید برید توی سایتش هم ببینید و نکته ای مهمتر در این مسئله اینجا هست که من دشمنان خودم رو سرگرم چیزی کردم که من ساختم قبلا من باید تلاش میکردم برسم به فناوری اونا الان من در این حوزه به لبه فناوری بعد خودم رو یه جایی نگه داشتم که اون دیگه در اصلا فرصت نمیکنه بفهمه در حوزه موشکی دارم چی کار میکنم درگیر این شده بعد زمانی که تونست در این حوزه هزینه بکنه وقت بذاره به یک دسته برتر پیدا بکنه به یک دسته برتر برسه من شگفتانه ای رو برای اون روی میز میگذارم اون چیزی که بهش رسیدم و فراتر از بهباتها و موشکها هست رو روی میز میگذارم که خیلی ها رو شگفت زده خواهد کرد من نکته دیگه ندارم اگر شما احساس که این نکته هست در قالب پیام برای من بفرستین صرفا یک درخواست خیلی مهم دارم دوستان عزیز الان که من دارم با شما صحبت میکنم در هفته تبلیغات قرار کنیم ما هر ماه به مدت یک هفته این تبلیغات رو داریم کل کار رسانه هم که داریم پیش می‌بریم از طریق همین تبلیغات هست و دوستانی که قدیمی هستن اون رفقایی که مخاطب قدیمی ما هستن تغییراتی که در کار ما متأثر از این حمایت‌ها صورت گرفته رو میتونن ببینن یعنی اون تغییری که رخ داده فهم می‌کنم ملموس هست درخواستم اینه حتما حمایت بکنید در شرایطی تیکه خیلی ها به ارگان های وصل هستن خیلی ها به بودجه های وصل هستن چه در داخل چه در خارج ما داریم مستقل این کار رو پیش بیاریم با این حمایت ها و این حمایت ها از این بابت بسیار, بسیار بسیار برای ما مهمه من نکته دیگه ندارم اگر احساس که این نکته هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین وقتتون بخیر